دوستان، امروز میخوایم یه CTF دیگه از تری هک میو حل بکنیم به اسم آرکنجل. بریم ببینیم که چجوری میتونیم استارتش رو داشته باشیم. خب من این ماشین رو براتون اینجا آماده کردم، همونطور که میبینید اسم ماشین از آرکنجل و بریم کار رو آغاز بکنیم. من اینجا جوین روم رو میزنم و وارد میشم. خب استارت ماشین مثل همیشه سب میکنیم تا IP اینجا نمایش داده بشه. توی این فاصله به ماشین کالی خودمون متصل بشیم. خب میایم داخل این کوشه، یه کوشه میسازیم به اسم Archangel و اینجا میتونیم حالا کار خودمون رو شروع بکنیم. یه تیم ماکس میسازیم به اسم OVPN و داخلش کانکت میشیم. یه تیم ماکس دیگه به اسم آرکنجل و اینجا در واقع کار ما شروع میشه. خب ببینیم درست IP به ما نمایش داده بشه میتونیم کار خودمون رو شروع بکنیم. خب این کار رو انجام دادیم، ماشین رو دیپلوی کردیم. چی از ما خواسته؟ خب get a shell و حالا بریم ببینیم اول پینگ رو داریم. IP اینجا اومد، پینگ میکنم. خب اینجا پینگ رو داریم، اینجا چطور؟ اینجا هم پینگ رو داریم. خب عالی. خب این چالش از ما چی خواسته؟ find a different host name. اول از کار میتونیم چیکار کنیم؟ میتونیم بیایم اینجا و یه nmap داشته باشیم. این IP رو nmapش رو اینجا داشته باشیم. توی این فاصله من بیام و ببینم این IP اینجا وبی داره یا نه. خب وب هم گویا داره، درست این وبش هست. پس ما IP ماشین رو هم اینجا میتونیم یادداشت بکنیم تا nmap میاد کارش رو انجام بده و حالا یه سری موارد اینجا انجام بشه. میتونیم یه نگاهی به این وب داشته باشیم. در واقع این چی هستش؟ همین index.html give us a call, send us a mail, Saturday. روی اینا کلیک بکنم چه اتفاق میفته؟ ما رو وارد پیج های دیگه ای میکنه. اینجا یه قسمت کامنت داره. اینها چطور؟ اینا هیچ اتفاق براش نمیفته. یه سرچ داریم اینجا، سرچ میکنیم سلام، ببینیم که اینجا ما سلام رو داریم نه نداریم. خب به این شکل اینها مثل اینکه یه همین یه دونه صفحه است، ولی این صفحه پینت کار میکنه. دیگه چی داریم اینجا؟ اینا همش رو هر کدوم که میزنم برمیگردیم پر بالا. اینجا میتونیم ایمیل و اسم وارد کنیم و سابمیت بزنیم. حالا اینا رو جلوتر میبینیم. کارهای دیگه میتونیم انجام بدیم، پیج سورس بگیریم. خب کامنت مثل اینکه زیاد داره. اینجا کامنت ها رو حالا به این شکل گذاشته، چراشو نمیدونم. عرض کنم که خب یه سری تصویر داریم تو پوشه ایمیج دمو. خب اینجا میتونیم حالا فاز دایرکتوری هم داشته باشیم. خب اوکی، اینجا هم یه دونه پاراگراف داره که داره از اینجا میخونه. بسیار عالی. خب nmap نتیجه اومد، پورت 22 و 80 رو داره. من اینو مثل همیشه بردارم اینجا داشته باشیمش. یه پورت 22 داره برای اوپن اس اس اچ و آپاچی که ورژن 2.4.29 رو روی اوبونتو داره به ما نشون میده. خب همینجا ما بیایم و از گو باستر استفاده بکنیم و ورد لیست خودمون رو بدیم ببینیم که کار میکنه یا نه. اینجا هم میایم و اینو برمی‌داریم.
به این شکل میذاریم که در واقع گوباستر هم کار خودش رو اینجا انجام بده. ببینیم دایرکتوری میتونه برای ما پیدا بکنه، همینجا یه ایمیج رو پیدا کرد. حالا تا این کار رو انجام میده، خب بریم ببینیم اینجا چی از ما خواسته. find a different host name. خب منظورش از host name، حالا host name سیستم عامل هست یا چیز دیگه ای، حالا باید بریم نگاه بکنیم. من این رو داخل برپ هم بیارم یه نگاهی بندازیم. خب بریمش داخل برپ، یه رفرش همینجا بکنیم از طرفی ببینیم اینجا داریمش. خب اینجا داره گت میزنه، تارگت ما به این شکل اینجا داره نمایش داده میشه. خب ما همینجوری که حالا داخل این صفحه نگاه میکنیم، بریم ببینیم دیگه چه چیزهایی میتونیم نگاه بکنیم. یه نگاه هم به این ایمیج پیج فلگ لیاوت هم اینجا برای ما، پس این موارد رو برای ما پیدا کرده. خب گالری HTML پیجای دیگه چجور چی؟ فول ویدز پیجا رو ببینیم دونه دونه، ببینیم که فانکشنالیتی های پشت اینها هست نه. اینجا یه سیستم کامنت داریم که حالا میتونه مشکوک به XSS و اینها هم باشه. اینو یه لحظه بیاریم اینجا. خب مثلا اینجا بگیم که kernel@test.com. خب اول همینجوری یه دونه سابمیت داشته باشیم ببینیم که چی میشه. ببینیم مثلا چه ریکوستی داره زده میشه اون پشت. خب یه پست داره زده میشه که این مقادیر حالا نیم و ایمیل و یو آر ال و کامنت و سابمیت رو داره اینجا به ما نمایش میده. خب ولی اینجا چه رفرش نشد. خب این مقدار میذاریم حالا کارشو انجام بده. خب پس ما یه پیج داریم، ایمیج داریم، ما پیج رو که اینجا دیدیم، یعنی اومدیم اینجا و توی پیج اومدیم. بریم نگاه بکنیم. آره دیگه اینجا این پیج رو دیدیم. دیگه چی؟ چی شد اینجا؟ من اینجا نگه میدارم. فکرم پینگمون افتاد؟ نه. نه اوکی. خب. اینجا بچه یه فلگز و یه لیاوت هم داریم. این فلگزه برای من جالبه. بریم ببینیم فلگزه چیه؟ یه اتفاقی برای این ماشین که نیفتاده. خب نه پینگشو داریم. اینجا فلگز رو ببینیم ما توی پوشه فلگز یه flag.html داریم. این چیه؟ خب ما رو برد داخل یوتیوب. بذار من اینو بردارم. خب ما رو برد داخل یوتیوب ببینیم این به چه شکل هستش. دیگه چی به ما گفته بود؟ و یه دونه هم لی‌آوت. من اینو بردارم. لی‌آوت. خب اینم زدیم. بچه این ویدیو تکراری دوباره اینو توی یه CTF دیگه هم اینو دیدیمش. یه وقت این میاد یه تا یه چیز سرکاریه احتمالا. حالا جاوا اسکریپت هم میتونیم غیر فعال بکنیم ببینیم اینجا تست بکنیم ببینیم چی میشه. این که نیومد یعنی لی‌آوت سه یه دون یک اینجا نوشته. اینجا هم که خب هیچ دایرکت لیست داریم و فلگ و اینجور موارد. خب نمیم که حالا داری نشون میده. اوکی لی‌آوت هم هیچی نشون نداد. این هم حالا جالبه که اینجوریه. خب این هم که هیچی.
جاوا اسکریپت رو غیر فعال کنیم چی میشه؟ flag.html آیا اتفاقی براش میفته یا نه؟ خب ریدایرکت نکرد. ما اینجا اسکوپمون هم تعریف بکنیم. خب اسکوپ هم اینجا داشته باشیم. اینجا ما اومدیم تو فلگز، یه دونه 301 بهمون داد، ما رو برد توی http://flags، درسته؟ یه اسلش انتهاش انداخت، ما رو برد اینجا و ما اینجا در واقع رفتیم این سفر رو آوردیم و ما رو اینجا داره چیکار میکنه؟ در واقع میفرسته سمت یوتیوب. تو flag.html داره این اتفاق میفته. خب پس با توجه به این قضیه ما اینجا الان نیاز نداریم که جاوا اسکریپت رو دیسیبل بکنیم. خیلی عالی. خب پس این از این تیکه. حالا ما به بیراهه نریم، یعنی منظورم اینه که اینجا میتونیم چیکار کنیم تو این قسمت. من میزنم که اینجا حالا یه کرالی هم انجام بده بر ما، ببینیم که چی میشه. خب توی این فاصله کجا بودیم؟ اینجا توی این فاصله nmap هم که دیدیم، ولی الان جواب این سوال که میگه find a different host name، منظورش رو باید ببینیم که چیه. این میام اینجا سایت رو نگاه بکنیم. support@mafialive.thm این THM توی در واقع چالنجر ترای هک می، یعنی مخفف ترای هک می، THM این یعنی یه دامینیه که میتونیم بهش ایمیل ارسال بکنیم. خب یک دامین اینجا به ما داده که روی این آی پیه، یعنی این آی پی میتونه این دامنه رو سرو بکنه. اینو میتونیم متوجه بشیم. حالا ببینید اگه من care-v بزنم به این آی پی چی به من برمیگردونه؟ این اون کانتنتی که دیدیم رو به من برمیگرد، یعنی کانتنت اصلی سایت رو. ولی اگر من بیام و با هدر یوزر ایجنت این دامنه رو بدم، چون وقتی نوشته به اینجا ایمیل بزنید، ممکنه که منظورش از هاست نیم دوم این دامنه باشه. بچه من اینجا میام با mafialive.thm هم اینو تست میکنم. خب بزن ببینم اینجا چی شد. care-h user agent از خواهی میکنم user agent نباید باشه، باید هاست باشه. خب بله درست، اینجا ما یه فلگ گرفتیم. پس بچه اینجا یه ویرچوال هاستینگ ما داریم، یه ویرچوال هاستینگ داریم که با توجه به این که این دامنه هم داره روی این آی پی در واقع سرو میشه، بحث اون ویرچوال هاستینگ اینجا مطرح هستش. اصلا یه دونه فلگ اونجا به ما داده، این فلگر هم ما الان بهش نرسیده بودیم، ولی شاید این باشه. خب اگر اینه، پس ما یه ویرچوال هاست داریم. اوکی ما یه ویرچوال هاست داریم به اسم mafialive.thm. اول اینجا داشته باشیم اینو. پس ما یه وی هاست داریم به اسم mafialive.thm که اینو فکر کنم از روش از هاست نیم دو، بله همین هستش. خب عرض کنم که look for page under development. خب حالا ما الان این ویرچوال هاست رو پیدا کردیم دیگه. خب میتونیم این ویرچوال هاست داخل این رو هم چیکار کنیم؟ در واقع بیایم و فاز کنیم، بیایم و فاز روش انجام بدیم،
به این شکل که میتونیم بیایم و مثلا اینو توی هاست خودمون تعریفش بکنیم، یعنی من بگم که توی دقیقا توی هاست بیام و اینو اینجا تعریفش بکنم، میگم که اینجا توی هاست خودم داشته باشم که این ریزالوش به مشکل نخوره، مافیا live.thm. خب مشکلی اینجا دیگه نداره. و اینکه خب ما با توجه به اینکه یه ویچوال هاست داخل این وب سرور داریم می‌بینیم، می‌تونیم باش یه برخورد عادی داشته باشیم، به این شکل که در واقع بیایم و فاز روی اون انجام بدیم، اصلا مثل یه وبسایت باش برخورد بکنیم. من بیام تو این در واقع بیام اینجا این کار انجام بدم، خب میام اینجا همین دقیقا همین کار رو انجام میدم، میگم مافیا live.thm هم اینجا هم همینه. خب پس ما اگه الان پین کنیم ما مشکل داشته باشیم، مافیا live.thm. خب خیلی عالی، حالا من میام و این سایت مافیا live.thm رو اینجا باز میکنم. البته live.thm خب اینجا داره به این شکل نشون میده، بزن یک کرل هم بهش بزنیم، کرل مافیا live.thm. خب این در واقع همین هستش. خب پس چرا این برداش به ما به این شکل نشون داد؟ ممکنه من روی این سیستم چون با توجه به اینکه حالا وی پی ان و اینا داره نشون نده، ولی ما کارمون رو با همین کرل هم میتونیم انجام بدیم. من می‌خواستم robots.txt رو ببینم، یعنی بیام مثل وبسایت باش برخورد کنم دیگه، بگم robots.txt. خب اوکی بچه اینجا دیسالو که ادوار ما پیج test.php رو، پس این دیسالو، حالا چون دیسالو اتفاقا ما می‌خوام بیام ببینیم چرا دیسالو هست، پس یه پیجی داره به اسم test.php. این از ما چی خواسته بود؟ look for page under development، شاید همین منظورش باشه. البته بذارید این کار انجام بدیم، test.php با care میریم جلو، not to be deployed بچه ها، و همچنین یه دونه هم اینجا URL به ما داده. خب داره جالب میشه، not to be deployed یعنی deploy نشده دیگه، پس احتمالا الان منظور این همینه. پس من میگم اینجا test.php، هینتش چی بوده؟ فاز کن. آها با فاز هم میتونستیم به این برسیم، حالا ما با robots.txt رسیدیم ولی با فاز هم میشد به این رسید. حالا میگه find flag 2، flag دوم رو. خب اولا ما اینجا خیلی چیز زیادی پیدا کردیم، اولا اینکه ما یه پیج test.php پیدا کردیم که داره اشاره میکنه به همچین موردی، یعنی در واقع کد PHP هستش که یه صفحه PHP هستش که حالا کد PHP هم 100% باید داشته باشه که داخلش فلگ در واقع تگ A وجود داره. خب من میام همزمان یه فاز هم روی این در واقع ویژوال هاست که پیدا کردیم میذارم، FAF استفاده میکنیم. ما فقط باید اینجا بیایم و یه هدر هاست اضافه کنیم با عنوان در واقع مافیا live.thm، خب که اینو به عنوان هاست در نظر بگیره و وردلیستمون به این شکل، این سایت هم بیاریم به این شکل، اینو میارم اینجا. فازو فقط میخوام این شکلی انجام بدم که چون یه صفحه PHP داشت، شاید صفحات PHP دیگه هم وجود داشته باشه، میتونیم دایرکتوری فاز هم انجام بدیم، ولی اول من میخوام ببینم آیا صفحات PHP دیگه هم وجود داره یا نه. در ضمن چون اینجا خودشم
اینجا خودش هم هینت داده که باید با فاز پیداش بکنید. این تست رو ما با روبوت پیداش کردیم، شاید با فاز کردن چیزهای دیگه هم اینجا پیدا بکنیم. پس من اینجا همین اول پیداش کرد، همون بحث تست دات پی اچ پی رو اینجا برای ما پیدا کرد. یه نکته بریم اینجا. خب ما پس یه صفحه اینجا چیز داریم، تست داریم که اینجا یه پارامتر، ببینید به test.php یه دونه view پارامتر پاس داده و اینو بهش پاس داده. یعنی من توی اون صفحه test.php میتونم یه ورودی view بگیرم. من الان میخوام ببینم، چون کد پشت این برای من مهمه دیگه، کد پشت صفحه PHP برای من مهمه. این الان داره HTML رو برای من رندر میکنه. من یه دونه رپر داره PHP رپر، در واقع فیلتره، بذار اینجوری بنویسم PHP فیلتر رپر. در واقع بذارم این فیلترش کجاست، همینه. خب یه حالتی وجود داره که میتونیم از این فیلتر استفاده بکنیم و در واقع محتوی اون صفحه test.php به صورت base64 ببینیم. بعد پس php filter base64 encode بذارید. base64 encode. خب من بگردم اینو پیدا کنم، یه حالتی داشت میترسیم. خب که از این همینه، یه همچین چیزی php filter convert.base64 encode. من اینو بردارم یه لحظه. خب با توجه به این که الان این داره پارامتر view رو میگیره، من میتونم یه curl بزنم به همین صفحه test.php و پارامتر view رو با این کد در واقع عوضش بکنم. یعنی منظورم اینه که بتونیم اون محتوی کد php پشت این صفحه رو هم داشته باشیم، ببینیم آیا اتفاقی میفته، این چیزی داره یا نه. خب اینجا تو این قسمت بریم این صفحه رو ببینیم. ما دو تا صفحه رو میتونیم ببینیم دیگه، یکی test.php و یکی mrrobot.php رو. پس من میام اینجا یک بار پارامتر view رو برابر میذارم با در واقع این عبارت. اینجا یه بار ببینیمش، اینجا resource هم میخواد، /resource مساویه یه چیزی. خب پس بیام اینجا ریسورسمون میشه چی؟ ریسورسمون میشه ای دقیقا همین دیگه، میخوام php پشت این رو ببینم. یعنی این تیکه رو میخوام ببینم، همین رو درخواست میدم. خب ببینیم چی شد. view php filter convert resource برابر است با، باید یه base64 اینجا الان به ما میداد. من یه بار دیگه این دستور رو بیارم، این به این شکل الان باید کار بکنه دیگه. مثل robot.php view filter، این شاید به خاطر این تیکه است. خب
محتوای Base64 اون پشت رو به من نمیده. بعد ببینیم چرا در این اتفاق میفته، چون فیلترمون که درسته، یعنی این درخواستی که زده به این تیک زده Convert Resource رو بربره، این دستورمون درسته، باید کار بکنه. حالا ببینم مشکلش چیه. بیایید به جای مستر روبوت دات پی اچ پی حالا تست هم چک بکنم، ببینیم تست دات پی اچ پی اینجا هم اتفاقی براش نمیفته. بچه من الان نگاه کردم اینجا متاسفانه یه دونه ای کم گذاشته بودیم، الان بیس 64 صفحه رو گرفتیم، اینجا یه دونه ای کم بود، واقعا این کار نمیکرد. الان test.php یه base64 داره میده، این ای آخرشو نذاشته بودیم اینجا، اینجا هم نذاشته، مشکل همینه، یه این نذاشته بودیم کار نمیکرد. این test.php خب یه base64 اینجا داره بهمون میده بچه ها، پس ما اینو برداریم. خب میام اینجا، اینجا یه base64 داریم برای صفحه test.php، اینه. حالا مستر روبوت هم چک بکنیم، مستر روبوت دات پی اچ پی. خب ببینید اینم بیس 64 شد، پس اینو این خیلی کمتره، اینو همینجا الاسه چک بکنیم، اکو کنیم همینو تو بیس 64 داش دی. خب اینجا ببینید کد پی اچ پی پشتش اینه، اکو کرده Control is an illusion. این داشته باشیم، شاید به دردم بخوره. پس تو صفحه در واقع MrRobot.php ما این کد رو PHP گرفتیم. حالا بریم اینو دیکود کنیم، ببینیم این چیه. اینم به این شکل داشته باشیم، پایپش کنیم تو paste 64-D. خب اوکی، یه فلنگ داده بهمون اینجا. خب من الان احساس میکنم که یه لحظه بیام اینجا، من به این فاف دیگه نیازی ندارم. خب چیزی هم پیدا نکرد برامون، این هم که 400 بیایم اینجا سایم کنم اینجا اینجا ببینید یه کد PHP داده اینجا بهمون، یعنی صفحه HTML رو همراه با کد PHP پشتش آورده. اینم بردارم بیارم بذارم اینجا. خب اصلا این کد داره چیکار میکنه؟ اولا که یه فلگ داخلش هست، یه فلگ داخلش هست، این فلگه. پس من اینجا اینو برمیدارم، این فلگه، این تیکه که در واقع فلگ دو خواسته بود از ما پیدا بکنیم. حالا get shell and find user flag. پس با توجه به این قضیه اینجا ما چی داریم؟ یک کد PHP داریم. من اینو حذف میکنم، فقط PHP شو نگه میدارم. خب ایناش که به درد نمیخوره، این تیکش هم به درد نمیخوره. خب بچه ها اینجا ما یک کد در واقع PHP داریم همونجوری که دارید میبینید، و این PHP برای ما چیکار داره میکنه؟ فانکشن contain string گذاشته، اینجا یه if کرده، if is set داره get view، همین پارامتر view در واقع کجا بود؟ این پارامتر view، اینی که داره دریافت میکنه از ما رو، یه شرط گذاشته، میگه اگر شامل این عبارت نبود و کانتین استیارش این بود، پس در واقع این کد PHP میگه اگر پارامتر ویو شامل این نباشه و شامل این باشه، اون وقت اینکلودش کن. پس ما داریم اینجا میبینیم که خیلی واضح یه دونه لوکال فایل اینکلوژن داریم دیگه، فقط باید بتونیم اینو بایپاسش بکنیم، یعنی اینکه این شرط، یعنی این دو یه شرط اند ماننده دیگه اینجا گذاشته. خب اینو باید بیایم و بایپاسش بکنیم. پس این کد من یه لحظه بیارمش تو وی اس کد،
ببریمش لحظه تو وی اس کد اینجا. خب یه بار دیگه باز با دقت نگاش بکنیم. پس ما یه فانکشن داریم به اسم contains str که داره پارامتر در واقع ویو رو دریافت میکنه، میگه اگر، ببینید اینجا منفیش کرده، میگه اگر شامل این عبارت نبود دو نقطه اسلش دو نقطه و شامل این عبارت بود، اگر این دو شرط همزمان چون اند برقرار باشن، در واقع دلار اندلاگ گت میکنه ویو رو و در این صورت هم میگه that's not allowed. خب ما اینجا میتونیم خیلی ساده اینو یه چکش بکنیم. اول بریم این خطا رو دریافت بکنیم. پس من میام و پارامتر خودم رو به این شکل تغییرش میدم، میام کردش وی کن به http://mafialive.thm/test.php و ویو رو برابر با در واقع دو نقطه اسلش دو نقطه قرارش میدم. این به ما چی میگه؟ همین خطا رو داره میگه، داره میده، میگه that's not allowed. پس ما تونستیم این خطا رو بگیریم، یعنی ما افتادیم توی این شرط، توی این else. پس داریم در واقع درست میریم جلو. حالا بایپس کردن این خیلی ساده است. ما برای اینکه بخوایم اینو بایپس بکنیم، این اومده فقط دو نقطه اسلش دو نقطه رو در نظر گرفته. خب همونجوری که میدونید میتونیم یعنی مسیرهای لینوکسی به جای اسلش میتونه دو تا اسلش هم بگه، یعنی اگه دو تا اسلش بزنیم هم، یعنی من مثلا بگم etc/passwd این هیچ فرقی با این حالت نداره. passwd خب یعنی اگه من اینم بزنم از من میپذیره. حالا که این اومده این شرط رو اینجوری با یه اسلش قرار داده، من با دو تا اسلشش رو چک میکنم. کافیه بیایم اینجا و ویو رو مساوی با دو نقطه اسلش مثلا اینجوری قرار بدیم. این بایپس ساده یه دیگه. خب بعد میگم etc پس wd. خب آها، خب ببینید ما این تیکه رو رعایت نکردیم دیگه. اینجا یه شرط اند مانند بود دیگه، نذاشت و بعد شامل این هم باشه، یعنی حتما باید این رو هم در پارامتر ارسالیمون داشته باشیم. پس من اینا کپی میکنم، این رو در واقع باید اینجا قرار بدیم. میگه اگر مسیر شامل این باید حتما داخلش باشه و بعد اون فیلترینگ هم میتونیم اینجوری بایپسش بکنیم. حالا اینو چک کنیم. خب بله، به اینجا داره etc/passwd رو به ما میده. پس این LFI در واقع به این شکل قابلیتی داره که بایپس بشه. پس اینو اینجا داشته باشیم. حالا با توجه به این که ما اینجا LFI داریم طبق اینجا این کد، با توجه به این که ما اینجا LFI داریم و میتونیم مثلا فایل های دیگر هم بخونیم، میتونیم به راحتی همونجوری که اینجا هم از هم خواسته شلو داشته باشیم با بحث لاگ پویزنینگ. از اون طریق میتونیم این کار رو انجام بدیم. فقط ما باید بیایم و محتویات، ببین دسترسی به لاگا داریم، لاگا رو میتونیم بخونیم. پس من میام اینجا توی این قسمت، توی این مسیر، توی این قسمت و لاگ آپاچه 2 اکسس دات لاگ. خب بله، ما اینجا همونجوری که دارید میبینید تمام لاگار داریم، همه اون فازهایی هم که با گوباستر رو در واقع فاف و اینا انجام دادیم اینجا داره به ما نمایش میده. اینجا تو قسمت در واقع یوزر ایجنت هستش دیگه، این یوزر ایجنت هستش داره اینجا به ما نمایش میده. پس با توجه به این که ما به این access.log دسترسی داریم، میتونیم بیایم و لاگ پویزنینگ خودمون رو انجام بدیم. حالا شیوه انجام دادنش هم با هم میبینیم. فقط من میخواستم یه لحظه بیام اینجا، اینو که دیگه نمیخوایم. خب اینم که به این درستیه. پس این flag.html در واقع ما رو به جایی نرسون، در واقع مسیری که باید طی بکنیم اینه که از همین طریق بریم و لاگ پویزنینگ رو انجام بدیم. برای این کارم خیلی ساده میتونیم از حالا گوگل کمک بگیریم. بیایم اینجا و
در واقع به این شکل PHP LFI کد مثلا PHP LFI کد از این طریق ببینیم چیزی پیدا میکنیم یا نه که بخوایم یا در واقع به این شکل نه اینجوری بنویسیم like poisoning poisoning PHP code ببینیم که یه کدای خیلی ساده هم وجود داره که میشه باهاش در واقع این کار رو انجام داد مثلا یه چیزی مثل این ولی نه میخوام پارامتر بگیرم این نه این خوب نبود ببینیم که اینجا میتونیم یه کد PHP پیدا بکنیم یا نه مثلا یه همچین چیزی این خوبه اینو برداریم میخوام پارامتر بگیره اینا رو برداریم پس من میام پایین این کد PHP رو حالا تغییرش بدیم یه مقدار چیزی که میخواییم بشه اینا رو به این شکل برداریم اینجا دارنده گت میکنیم مثلا یه چیزی مثل CMD رو خب پس PHP سیستم دارنده گت میکنیم CMD رو من این رو در واقع تزریق میکنم به این قسمت به عنوان چی؟ به عنوان یوزر ایجنت پس میام اینجا میگیم که یوزر داش ایجنت دو نقطه این خب این تیکه رو هم نمیخواد دارنده گت میکنیم بذارید به این شکل بزنم این درخواست خودم رو پس من یوزر ایجنت رو قرار میدم خب الان انجام شد به عنوان CMD خب اینجا الان داره دوباره لاگا رو به من نمایش میده من اینو متوقف میکنم ولی خب درخواست خودمون رو هم با یوزر ایجنت در واقع CMD با یوزر ایجنت این کدی که زدیم تونستیم که وارد بگم حالا برای تستش من اینو پاک میکنم و اینجا کافیه که بگم and CMD مساویس با ID خب این اند رو هم اینجوری بک اسلش میزنم که تاثیر نشه CMD مساویس با ID حالا بیام چون لاگا زیاده کلی درخواست ما گوباسته رو فاف زدیم تیل داشت n مثلا 20 رو ببینیم که آیا ID به ما نمایش میده یا نه ما باید منتظر بمونم که این فرآیندش اینجا انجام بشه چون که داره کل اون لاگ فایل ها رو میخونه اگر ما این کامند ID رو اینجا در واقع بتونیم اجرا بکنیم دیگه مطمئن میتونیم بشیم که میتونیم حالا بریم و شل خودمون رو اجرا بکنیم من میام و حالا باید صبر بکنم تا این انجام بشه خب ببینید بچه ها اینجا دارم آیدی رو میبینید تو این قسمت پس ما الان تونستیم بیایم و اون کامندی که میخواستیم رو انجام کنیم یعنی الان اینجا ما RC رو داریم حالا کافیه بیام و شل خودم رو به جای در واقع CMD مساویس با ID بیام و شل خودم رو اجرا بکنم کافیه که دستور خودم اینجا بزنم بریم یه ریورس شل هم اینجا باید انجام بدیم فقط برای بحث ریورس شل ما اینجا به یه وان لاینر نیاز داریم که خیلی هم کار پیچیده نکنه PHP وان لاینر ریورس شل اینجا رو ببینیم اینجا رو هم ببینیم اینجا رو هم ببینیم نه این هم اوکیه ولی از این نمیخوام استفاده بکنم مثلا یه چیزی مثل این خوبه اینو برداریم
خب IP خودمون رو اولا باید داشته باشیم. این IP ماست، 10.17.50.178. بیایم و اینو اینجا وارد کنیم. پورت همون 1.2.3.4 میتونه باشه و کل این رو در واقع پاس بدیم به عنوان پارامتر در واقع اون CMD. فقط این که ما به این شکل نمیتونیم، بعد اینو URL انکودش هم بکنیم. پس میاریم اینجا URL انکود کنیمش، URL انکود اینو برداریم. فقط قبلش بیاید و این تیکه اینم بزنیم که همه کاراکترها رو برداره. من اینو مجدد برمیدارم. اینجا این کامندیه که باید بزنیم دیگه، همینه. جلوی CMD این رو هم پیست میکنم، کل اینو برمیدارم. بیایم اینجا سفر رو نظرم به این شکل تقسیمش کنیم. من یه دونه NC-S به این شکل بزنم که اینجا لیسن کنم و این کامند رو هم پیست بکنم، همینی که باید ریورس شل بود. اینجا میزنم و خب بله، این و ما تونستیم شل رو بگیریم. من میام این سمت، اینجا با یوزر همون در واقع www-data هستم و داخل کجا هستیم؟ این کجا هستیم؟ ls میگیرم. خب robots.txt و اینها رو هم اینجا داریم میبینیم. یه دونه ls از اینجا بگیریم، archangel رو داریم، میتونیم بریم داخل هوم آرک انجل، اشتباه زدم، cd کنیم اسلش هوم اسلش آرک انجل و درست اومدیم دیگه. ls از اینجا بگیریم، کت میکنیم user.txt رو. خب این اون فلگی که در واقع بعد از شل میتونستیم بهش برسیم. من اینو میارم اینجا، اینو اینجا پیستش میکنم. خب این تیکه شل گرفتنه اوکی بود. فقط ما از در واقع LFI رسیدیم به شل. حالا تیکه دوم میگه که پریویلیج اسکلیشن انجام بده یوزر تو فلگ. خب حالا اینجا اصلا چی داریم؟ ما یه بار دیگه به این شکل من اینجا یه بار دیگه شل رو بگیرم. خب برمیگردیم اینجا، cd هوم آرک انجل، یه ls از اینجا بگیریم. خب ما یه ls از سیکرت هم میتونیم پرمیشن دینایت داره میده، داش ls سیکرت به چه شکله؟ کلن خب این پوشه یه سیکرت رو ما فکر کنم بهش نیاز داریم در واقع به این شکلی که الان ریل رایتش برای خود آرکنجل در صورتی که ما آیدیمون یه چیز دیگه است. خب باز یه سری کارهای معمول میشه انجام داد. مثلا بیایم و کرونتب رو نگاه بکنیم دوباره. کرون تب چی میگه؟ من اینجا اینو بزرگش بکنم. خب اینجا اینجا /opt-hello-world.sh بچه ها هر یک دقیقه یه بار داره اینجا اجرا میشه. یه بار دیگه بیاییم و محتوای این تیکر رو ببینیم توش چی داره. خب داره هلو ورلد رو در واقع اکو میکنه داخل چیز، داخل فایل هلو ورلد.txt. خب بیاین پرمیشن های اینا با هم ببینیم. اوکی خب ببینید اینجا اتفاقی که داره میفته اینه که پرمیشن در واقع رید رایت و اکزیکیوت رو برای همه فعال کرده و خب این میتونه خطرناک باشه. یعنی
چیزی که الان به کار ما میاد اینه که بیایم و یه ریورسر دیگه بگیریم. من میام اینجا و بین بش رو میریزم داخل ارسان خدمتون که همین فایل اینجا کت کنیم یه اکوی دیگه میکنم و حالا یه دونه ریورس چل بش میتونیم حالا اینجا هم داشته باشیم، یه ریورس چل بش مثلا روی پورت فرض بگیریم 44 44 روی آی پی خودمون و از این استفاده بکنیم. برگردیم اینجا، اینو میذارم داخل این قسمت و ریورس چل خودمون رو تشکیل میدیم. اینا فقط قبل از اینکه این کار رو بکنم اینا از حالت زوم در بیارم و کار دیگه ای که میتونیم بکنیم اینه که بیایم و سفر اینجوری تقسیم کنیم NC-S بزنیم ولی این سی روپورت 44-44 لیسن بکنیم. برگردیم بالا و این رو داخل عده به این شکل دیگه به این شکل به انتهای فایل OPT اضافه بکنیم، کت بگیریم دوباره از همین و خب اگر این هر یک دقیقه بار اجرا بشه ما اینجا باید شل دوم خودمون رو داشته باشیم، شل دوم خودمون رو داشته باشیم و این سری میتونیم با یوزر آرکینجل شل داشته باشیم به جای یوزر www-data. خب من نزدیک به یک دقیقه بس صبر بکنم تا بعد ببینیم که اون فایل اجرا بشه داخل cat/etc/chrome-tab این فایل که اجرا بشه با توجه که ما محتویتش رو الان عوض کردیم بار ببینیم. خب بله ببینید شل الان اومد و اجرا شد. من میام پایین اینجا دیگه الان آیدیمون آرک انجل کجا هستیم، پس به راحتی میتونیم بیایم و کت بکنیم سیکرت رو در واقع بکنم ls-l از سیکرت بگیریم پوش است، پس میریم داخل سیکرت اینجا چی داریم کت میکنیم یوزر دو دات txt رو. خیلی خب پس اینجا تونستیم فلگ دوم رو هم بگیریم. من اینو برمیدارم میارم و فلگ دوم رو هم از اینجا سابمیت میکنم. حالا آخرین چیزی که از ما خواسته روت ماشین هم find the root flag. خب من طبق روال چون که حالا از ما بحث پریویلیج اسکلیشن رو خواسته زوم بشیم داخل این صفحه خیلی ساده میام و یه find /user/root/perm/4000 و به این شکل سرچ بزنیم ببینیم SUID برای جایی فعال شده یا نه. خب این خروجی رو به ما برگردونده نیو جی آر پی پس دبلیو دی سودو یو ماونت اس یو ماونت یوزر پین بکاپ. خب ببینید این الان عجیبه، این فایل عجیبه که اس یو آی دیش فعاله. اینو ببینیم یه لحظه فایل در واقع سیکرت بکاپ رو با هم ببینیم. خب بله SUID این فعال هستش و این که اگر که بخوایم به این شکل نگاه بکنیم چی؟ خب یه سری فایل عجیب و غریب داره بمونشون میده. بیاید با چیز نگاهش بکنیم با strings. خب من اینجا چند تا بیام strings کجا بود؟ اینجا زدیم. خب خطوط در واقع این صفحه رو ببینیم. خب بچه ها اینجا
یه سی پی داره اتفاق میفته، اینو برداریم. اینجا داره یه سی پی اتفاق میفته، این سی پی هم در واقع ابزولوت پس نیست، ریلیتیو داده. خب ما میتونیم از این سی پی استفاده بکنیم، میتونیم از همین سی پی استفاده بکنیم و دستور خودمون رو اجرا بکنیم به این شکل که بیایم و سی پی خودمون رو بسازیم. خب پس کاری که اینجا میتونیم انجام بدیم اینه که بچه ها من یه لحظه ارتباطم قطع شد و مجبورم مجدد کانکت بشم. خب پس ما اینجا بودیم که در واقع سی پی رو پیدا کردیم که داخل فایل اون استرینگز اون فایل بود. یه بار دیگه اینجا رو نگاه بکنیم، داش یوزر رو داش پرم اسلش 4000 و به این شکل این فایل رو، این فایل رو با هم دیدیم. من این فایل رو بردارم تو این قسمت داشته باشیمش. خب استرینگز این هم دیدیم که داره از یه سی پی استفاده میکنه. حالا من میتونم بیام سی پی خودم بسازم. ما الان کجا هستیم؟ یه الاس میگیرم. خب اینجا هستیم. عرض کنم که ما میتونیم یه سی پی برای خودمون بسازیم به این شکل که میام اکو میکنم در واقع بین بش رو، بین بش رو داخل سی پی. یه الاس بگیریم cat cp. خب این الان داخلش وجود داره. یه اکو دیگه میکنم در واقع bin bash رو باز هم داخل cp. مثلا cp ما به این شکله، این دو خط رو داخل خودش داره و یه chmod plus x cp انجام میدیم و داخل environment variable های خودمون قرار میدیم این سی پی رو که وقتی خواست اجرا بکنه، چون که در واقع از مسیر ابزولوت استفاده نمیکنه، به جاش سی پی ما اجرا میشه. من میگم بیا دالر پی دبلیو دی رو به دالر پس اضافه کن. پس اگه من پرینت کنم الان دالر پس رو داریم اینجا، در واقع اینجا هوم من هم وجود داره. حالا کافیه که من اون فایل رو، یعنی فایلی که اینجا موجود بود رو، یه بار صورت دستی اجراش بکنم. این کار انجام میدم. خب اوکی، ما الان روت شدیم به خاطر اینکه در واقع از سی پی، از کامند سی پی استفاده میکرد و اونم به صورت ریلیتیو. خب حالا که اینجا هستیم به راحتی میتونیم بیایم روت و روت دات تیکستی رو بخونیم. این هم در واقع آخرین فلگ ما هست. این آخرین فلگ رو هم بر میدارم و میارمش داخل این صفحه، پیست میکنم و سابمیت. خب خیلی هم عالی، این آخرین فلگ هم انجام شد. باکس خیلی پرپیچ و خمی بود، چیزهای مختلفی داشت، موارد خیلی زیادی داشت. امیدوارم که لذت برده باشین. خدا نگهدار.